بلغم چیه و برای درمان بلغم چه راهکاری رو باید انجام بدیم؟ دکتر احسان میرزایی هستم. حتما با این ویدیو جدید اطلاعات جدیدی رو کسب خواهید کرد، مبتنی بر رفرنس های دقیق، که امیدوارم این ویدیو لایک بکنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. ببینید، بلغم در حقیقت یک خلط داخل بدن ما، وقتی که شما غذا رو استفاده میکنید وارد معدتون که میشه، بعد از هضم اول که انجام میشه وارد کبد میشه و روی کبد، که اون در حقیقت کشکاب بهش میگن، وقتی که میاد روی کبد، اون در حقیقت اسمش کیموسه. این کیموس روی کبد فرایندهای روی صورت میگیره که هضم کامل انجام بشه. روی این کیموس تبدیل میشه به 4 تا خلط: دم و بلغم و صفرا و سودا. خیلی ها میگن که آقا بلغم چیز بدیه، صفرا چیز بدیه، سودا چیز بدیه، اینا رو باید از بدن اون دفع کنیم تا سالم باشیم. نه خیر، اشتباه میکنید. همه این اخلاط برای سلامت بدن ما لازم هستن، بلغم هم لازمه. الان من ویدیوهای متعددی دارم میبینم که میگن که آقا این دارو استفاده کن ضد بلغمه. بعد مثلا چقدر استفاده کن؟ 1 ماه 2 ماه 3 ماه استفاده کن برای اینکه بلغم از بدن دفع بشه و تو مثلا لاغر بشی. مشکل مفصلی داریم مال بلغمه، نمیدونم خواب بد داریم مال بلغمه، تیروئید کمکار داریم مال بلغمه. این حرفا اصلا علمی نیست. خواهش میکنم به اینها اعتماد نکنید و این حرفا اشتباهی است. ببینید، حرف صحیح اینه: بلغم برای تغذیه مغز، تغذیه مفاصل و اینی که در خون بچرخه و ایجاد رطوبت در بدن داشته باشه در حد تعادل لازمه. و البته یکی دیگه هم اینه، بلغم استعداد تبدیل شدن به دم طبیعی داره. یعنی خلط بلغم به راحتی میتونه تبدیل بشه به خلط دم، یعنی خون. پس اگر من بلغمم زیاده، آیا باید دائما چای زنجبیل و سیادونه عسل و نمیدونم داروهای متعدد استفاده بکنم که گرم بشه و این بلغم از بدنم از بین بره؟ نه خیر، شما برای درمان بلغم فقط کافیه که 1 ورزش بکنید. ورزش بکنید. اگر بلغمتون زیاده، علائم بلغم زیاد چیه آقای میرزایی؟ حالا اینو بهمون توضیح بده و بعد نسخه‌تو بهمون بگو. علائم بلغم زیاد اینه، اینکه شما روی زبونتون ناشتا، اگر بلغم در معدتون زیاد شده باشه، سفید هست، شبها از دهانتون آب میره، بی انگیزه شدید، خوابالو شدید، خوابتون بسیار زیاد شده، پوستتون خیلی سفید شده و هر روزم پوستتون داره رنگش روشن‌تر میشه، در انجام کارها اراده قبل رو ندارید، چاقی شکم زیادی آوردید و این چاقی هم چاقی هستش که وقتی که دست میزنید روی شکمتون، شکمتون خیلی سرده، ادرارتون خیلی بیرنگ شده و دیگه زرد نیست و مثل آب بیرنگ شده و حتی ممکنه تکرر ادرار داشته باشید. خب وقتی که این علائم کلن وجود داشته باشه، علائمت اینه که یا رطوبت یا بلغم در بدن شما زیاد شده و این باید در حد تعادل وجود داشته باشه. البته مزاجتون هم باید بدونید، اگر مزاج شما مزاج سرد و تره، ما مزاج بلغمی نداریم، اون خلطه. مزاجتون اگر سرد و تره، یا مزاجتون سرده و یا مزاجتون تره، استعداد بیماری های بلغمی هم در شما بیشتر خواهد بود. پس وقتی که شما میدونید که مزاجتون سرد و تره، تره و یا سرده، نباید در مصرف ماست و دوغ و اینها و سفیدها به طور کلی زیاده روی بکنید. شما وقتی که ماست زیاد بخورید، خب بلغمتون هم افزایش پیدا میکنه. همین بلغم، یعنی همین ماست رو شما شروع کنید بدید به بچه هایی که گرم و خشکن، بچه‌ای که حرارتشون زیاده، اون شیطنتشون بسیار کمتر میشه. پس حالا بریم سراغ راهکار درمان بلغم. اگر که متخصص به تو گفته که بلغم در بدنت زیاده، برای مدیریت بلغم و در حقیقت به تعادل رسوندن بلغم در بدنت، فقط کافیه که 1 ورزش شروع کنی انجام دادن. 2 ورزش روزانه چقدر باشه؟ روزانه بین 15 الی 20 دقیقه. دوم، سعی بکن تا یه مدتی از مصرف ماست و دوغ و شیر و برنج زیاد اجتناب بکنی.
وقتی که اینها رو کمتر استفاده کنی، میزان بلغم در بدنت هم به تعادل میرسه، به علاوه اون ورزشی که اول بهت گفتم. البته در فصول سرد سال ما به همه میگیم که مصرف ماست و دوغشون رو مدیریت بکنن و نباید زیاد دیگه استفاده بکنن. سوم، برای مدت کوتاهی، مثلا به مدت 2 هفته تا 3 هفته، 1 روز در میون حمام داشته باش، ناشتا، و حمامت هم حمام تقریبا گرمی باشه. این کمک میکنه که این بلاغم در بدن تو کمتر بشن و به تعادل برسی.